وزارت کشور عراق برنامه کامل ورود زائران ایرانی به عراق در اربعین را اعلام کرد با نگاهی گذرا به این برنامه و سخنان مطرح شده توسط مقام های وزارت کشور عراق می دریافت که مسئولان عراقی برای تسهیل ورود زائران ایرانی به عراق عزم خود را جزم کردند همکارم آقای حیدر مجید گزارش می دهد. بهدی فکیکی رئیس کمیته اربعین در وزارت کشور عراق از تدوین طرحی برای تسهیل روند ورود زائران ایرانی در ایام اربعین خبر داد و بر لزوم همکاری بین دو طرف ایرانی و عراقی در قضیه گروه بندی ورود زائران به عراق تاکید کرد وی اظهار داشت در جریان سفر اخیر قانمی وزیر کشور عراق به تهران و امضای یادداشت تفاهمی بین دو طرف در جنبه های مختلفی از قبیل آموزش همکاری در زمینه های مبارزه با مواد مخدر، گمرک، گذرنامه و امور دیگری که مهمترین آن زیارت میلیونی اربعین و راه های برگزاری آن بود، یک کمیته عالی برای نظارت بر زیارت اربعین جهت تأمین امنیت این زیارت تشکیل شد. فکیکی افزود همه توصیه ها را به ارگان های مربوطه جهت آماده سازی زیارت اربعین داده این و جلسات متعددی با طرف ایرانی برگزار کرده این. و در همین راستا معاون وزیر کشور ایران و هیئت همراهش به بغداد سفر کردند و جلسات دو جانب این نیز بین استانهای هم مرز برگزار شده و همه اداره های عراق در خصوص تسهیل امور زائران و ارائه خدمات به آنها با همکاری طرف ایرانی توجیه شدند. رئیس کمیته اربعین در وزارت کشور عراق در ادامه یادآور شد بر سر گزرگاه هایی که به روی زائران باز خواهد شد و همچنین مشخص کردن گذرگاه ورود کامیون های موکب ها به منظور تسهیل ورود آبران پیاده و تدوین طرحی برای تسریع ورود زائران ایرانی عربعین توافق حاصل شده است. او ادامه داد برای گذرگاه شلمچه در یک بازه زمانی 24 ساعته روزانه ورود 70 زائر ایرانی برای گذرگاه شیب روزانه 30 هزار زائر برای زرباتی 100 هزار زائر در روز و گذرگاه المنظریه به دلیل کوچکی آن دوازده هزار زائر تعیین شده است. این مقام عراقی تصریح کرد با همه ارگان های مربوطه برای صدور مجوز برای خودروهای ایرانی که زائران را به خاک عراق منتقل می کنند. توافق حاصل شده و محل توقف این خودروها را به شرط اینکه وارد مراکز استان نشوند مشخص کرده ای.